أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء را پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 76 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این گفتگو مطرح میشوند. آیاتی را در اینجا بررسی میکنیم از نوبت قبل و بسا قبل از آن که به دنبال بحث اطاعت از خدا و رسول، حضرت باری تعالی یکی از این صحنه های معتبر و مهم اطاعت را بازگو فرمود. و اون صحنه اطاعت نیست مگر جایی که دین خدا حاجت به دفاع و مقاتله دارد، اونجا که آدمیان باید متاع وجودی خیش را در کف بگیرند و حامیان و مدافعان از حق و حقیقت و فضیلت دین باشند. صحنه جهاد و قتال، جایی که به هر حال مخاطرات بسیاری دارد، طبعا موضع گیری های متفاوتی هم در قبال این نوع تکلیف دینی دیده می شود. این آیات بررسی فلسفه جهاد و به نوعی تقسیمات مسلمانان و دینداران در قبال این پدیده مهم است. خواندیم که در آیات پیشین حضرت باری تعالی فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا. اولا دستور آمد که مهیا باشید، امکانات کافی رو مهیا کنید، مسلمانان برای خودتون سلاحتون رو تجهیز کنید. به هنگامی که دستور به نفر و حرکت داده می شود برخیزید، به میدان بیایید. نهایت امر این است که یا کشته می شوید یا آنکه پیروزید و این فوز عظیم است. هیچ تفاوتی در این جهت نیست، چون برای شما مسلمانان شکست معنا ندارد. و آنگاه به دنبال اون از ضعف جماعتی و کندی گروهی یاد کرد خداوند که اینها سستند و فشن دارند، ضعف دارند، فتور دارند و اونچنان که باید و شاید حرکت نمی کنند در راه خدا. و کنایه‌وار فرمود اون کسانی مقاتله می کنند که یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اینها معامله کردند و چه خوش معامله کردند. اینها واقعا خریدن جهان باقی را به قیمت این حیات دنیا و زندگی دنیا، و چنین مزدی هم در انتظار اونهاست که عرض کردم. به فلسفه دوم جهاد هم اشاره کرد خداوند در آیه 75، یعنی ابتداعا بحث فلیقاتل فی سبیل الله است. راه خداست، هر آنچه منتهی به سبیل الله می شود، دفاع از دین، دفاع از مرزهای اسلامی به حقیقت. و توضیح دادیم خدمت عزیزان که جهاد در اسلام برای آب و خاک نیست. جهاد در اسلام برای وجب وجب کشورگشایی نیست، نه برای نان است، نه برای نام است جهادی که قرآن میگوید، بلکه برای اثبات و پابرجایی و دفاع از مرزهای حق و فضیلت است. فلسفه دوم آیه 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. این آیه رو من یه مروری میکنم، انشاءالله آیه مورد نظر و ادامه مباحث رو تعقیب میکنیم. لحن این آیه خیلی هیجانی است، یعنی یه تهییجی در اون دیده میشه و چرا چنین نمی کنید و ما لکم،
چی شده از شما را؟ لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا حرکت نمی کنید و مبارزه در راه خدا نمی کنید؟ این قسم اول بود. و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، و چرا جهاد نمی کنید و مقابله نمی کنید، دفاع نمی کنید از حقوق مستضعفین؟ به دنبال مستضعفین باز برای تحریک احساسات بیشتر و عواطف انسانی را جنباندن فرمود رجال و نساء و ولدان. این مستضعفین ممکن است مردانی باشند که حاجت به کمک شما دارند، ممکن اینها نساء باشند و زنان باشند که بیشتر حاجت به دفاع دارند، و از اون فراتر ولدان، کودکان، کودکان معصوم بیگناه مظلوم تنها. نوعی تهییج رو هم در خطابهای به شدت ملاحظه می کنید. این مستضعفین کسانی هستند که اهل معرفتند. یقولون ربنا، میگن پروردگارا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، خدایا ما از این سرزمینی که اهل اون ظالمند به در آور و نجاتی برای ما مقرر کن. لازم است این جمله رو من بیفزایم بر گفتار دیشب خدمت عزیزان که مستضعف ضعیف نیست. ضعیف اون کسی که در وجودش ناتوانی دارد، اما مستضعف آن کسی است که او را ضعیف کردند، کسی که دچار ضعف شده است، از یه عامل خارجی یه تحمیلی بر او روا رفته است که دچار استضعاف شده و یه ضعفی در وجود اون آمده است. در قرآن کلمه مستضعف هم استعمال منفی دارد هم کاربرد مثبت. یعنی ما یه گروه مستضعفی رو در قرآن میبینیم که و نرید و انمرنا للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه گروه مستضعفی هم که اینها امامان زمین و وارثان زمین هند، پس اینها مستضعفان شایستند. یه گروهی که حقوق اینها به تاراج رفته است، حق مسلم اینها رو ظالمان به تاراج بردن، شایستگی کامل داشتند اما از تمام استیفاء حقوقشون باز ماندند. این یه مستضعف است در قرآن. صاحبان حقیقتند، پیشوایان فضیلتند که از جایگاه خودشون ماندند و روزی خواهد آمد که بر حاکمیت زمین تکیه می کنند. اما یه مستضعف دیگه داریم در قرآن که خداوند وقتی پرده ها رو بر می دارد و از قیامت می گوید، این مستضعف گفتگویی و گفتمانی رو دارد با کسی به نام مستکبر، و اتفاقا این گفتگو در آستانه های جهنم است و این مستضعف مستضعفی است که به جهنم می رود. این مستضعف منفی است. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، می گویند مستضعفان به مستکبران که شما ما رو بدبخت کردید. مستکبران در جوابشون می گویند اگر پذیرش شما نمی بود، اگر شما برای ما کف نمی زدید، اگر شما نمی پذیرفتید خواسته ها و تمنیات ما را، ما هم بتی نمی شدیم، ما هم طاغوتی نمی شدیم، شما بودید که ما را طاغوت کردید. پس این مستضعف دوم کیند؟ این مستضعف منفی، ظلم پذیران و ظالم پروران، اونهایی که به خفت و ذلت پایه های حکومت ظالمان رو بر دوششون قرار می دن. میپذیرن ضعف را از زبونی، جربزه مقابله ظالمی استادن ندارن، حقشون رو میدن به ظالمان و استضعاف رو میپذیرند. اونهایی که به خفت و ذلت تن میدن، اینا میشن مستضعف. و این پیروان این چنینی با رهروان و جلوداران خودشون در جهان آخرت، یوم ندعو کل اناس به امامهم، در پس پیشوایان خودشون به صراحت قرآن حرکت میکنن و جایگاهشون مشخص خواهد بود. پس ما دو مستضعف داریم در قرآن، این خاطر عزیزان هست. این مستضعف این کسانی هم که یقولون ربنا، این ترکیب یقولون ربنا رو خیلی جاها در قرآن ببینید. یقولون فعل مضارع، دلالت بر استمرار دارد. اینها کسانی هم که دم به دم آن به آن میگویند ربنا ربنا، پس اینها رازآشنای خلقت هست، ربوبیت خدا رو پذیرفتند، دلبسته به حضرت او هستند، آن به آن مستمد به عنایت او هستند، قابل تقدیر است. خواسته اینها چیست؟ خدایا
این سرزمین سرزمین ظالمان است، ما رو کمک کن که از این سرزمین ظلم و کفر به درآییم. این نکته مهمی است. گاهی در متون فقهی همین بحث رو داریم که اگر انسان در جهانی و بفرمایید در مملکتی و سرزمینی زندگی کرد که در اینجا کفر و فسق و ظلم فراگیر بود، آیا چه باید بکند؟ اگر آدمی میتواند طرحی نو درافکند و تغییری در وضعیت و ساختار حاکمیت و سیاست ایجاد کند، این وظیفه اوست، باید اقدام کند. اما اونجا اینکه نه، مسلم است، نه شرایط مهیاست، نه امکانات، نه چنین فرصتی دست میدهد، اینجا جایی است که ماندن در این محیط درست نیست. اینجا باید این محیط رو خارج شد، یعنی خروج و برون رفت از محیط ظلم و کفر وظیفه است از جهت فقهی و تکلیفی. یعنی نباید انسان بپذیرد شرایط خفتبار این چنینی رو و بمونه و زندگی کنه، ولو اینکه وطن است. سعدیا، حب وطن در چه حدیثی است شریف، نتوان مرد نتوان ماند به خفت که در اینجا زادم. نمیتوان این خفت رو و ذلت رو پذیرفت. قرآن همین رو مطرح میکند. اینا میگن اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا، خدایا ما نیاز به یه فرزانه ای داریم که بیاید. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. ما نیاز به یک کسی داریم که میل شکن زندان ما باشد، بیاید و دست ما بگیرد، ولیی باشد از ناحیه تو. واجعل لنا من لدنک نصیرا، و نصیر و یاوری برای ما باشد. پس فلسفه دوم جهاد مشخص شد، دفاع از مظلومان درمانده. تو این دفاع از مظلومان درمانده وجه مشترکی که بین مجاهدان و این مظلومان وجود دارد، یقولون ربناست، نه چیز دیگر، نه ملیت است و شعوبیت است و نه نژاد است و نه رنگ و نه مرزهای جغرافیایی، نه شرق و نه غرب عالم، بلکه یقولون ربناست. عامل وحدت بین این مجاهدان مدافع و این مظلومان متظلم نیست مگر ربنا. اینها بحث این نیست که کجایی اند این جماعت، ممکن است از این سوی عالم به کمک اون سوی عالم برن و این مظلوم را اگر توان دارن از چنبره و چنگال ظالم بران بیاورند و به در آورند. خب این هم فلسفه دومی که دفاع از حقوق انسانها و انسانیت است، مقابل ظلم سفارایی کردن است و سیطره ظالم رو به زیر کشیدن و شاخ ظالم رو شکستن به تعبیری. این بچه دوم جهاد. به دنبال آن فرمودن لذی ضابطه کلی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. بالاخره در زندگی انسان ها جنگ هست، مقاتله هست. خدا کند که این ضابطه حاکم باشد. ما یه وقتی به دوستان عرض می کردم، نگاه می کردیم در تاریخ طبق اون چه صاحب نظران تاریخ می نویسند، بشریت چیزی کمتر از 3500 سال تاریخ مکتوب نوشته دارد و در میان این سالهای نوشته تاریخی شاید چیزی قریب با تحقیقات محققین عرض می کنم، کمتر شاید حدود 300 سال از این تاریخ است که درش جنگ نبوده. بقیه در تمام این تاریخ بشر جنگ داشت، جنگ های ویرانگر، خانمان سوز، بنیاد برافکن، که فلسفه وجودی این جنگ ها همه سیطره و چیرگی، قدرت طلبی، کشورگشایی و زرمداری بوده است. فلسفه عمده اینها این بوده است که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو و کنو را حلاوتی است دیگر. یک کسی بلند شد از اون سوی مرزها، الکساندروس فرزند فیلیپ، بیاید و خاک ایران زمین به توبره بکشد. از ایران زمین کسی بلند شود، عرض به خدمتون، کمبوجیه‌ای باشد، برود و نابود کند، پیش روی خودش به ایرانی به بار بیاورد. سلطان غازی از شمال خراسان برخیزد، بارها و بارها به بهانه جنگ و جهاد فی سبیل الله خاک هند به توبره بکشد و ذخایر این مملکت رو به ویرانی و نابودی بدل کند. سلطان محمود غزنوی درآید.
بهانه های واهی این چنانی که پشت آن نبوده است مگر همین مقاصد و مطامعی که امروز هم در دنیای ما وجود دارد. بالاخره این فلسفهش بوده است در طول تاریخ برای انسان ها. اما خداوند میگوید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. مؤمنین هیچ انگیزه ای برای جهاد ندارن، برای مقابله ندارن. اصلا فراتر بگم، راحت تر بگم خدمت عزیزان، جنگ در اسلام خلاف اصل است. ما جنگ نداریم، اصل اولیه در اسلام. اون چه داریم صلح است. جنگ در شرایط غیر عادی تجویز می شود، نه در شرایط عادی. یعنی جایی که خطر، تهدید، مقابله، کیان. این جمله ای که فقیهان در کتاب های فقهی دارن میگن هنگامی که ترسیده می شود، این عبارت اینه. یعنی وچه جهاد کی مجوز جهاد داده میشه؟ هنگامی که ترسیده میشود علا بیزت الاسلام، بر اون کیان و ماندگاری اسلام، بر هستی اسلام، بر مغز اسلام. وقتی که در ویران میکنند، از بین میبرند دین را، اینجا به شما اجازه میدن دست به سلاح ببرید. اینجا میگن حالا مقابله کنید. اصل اولی جنگیدن نیست مگر چنین شرایطی باشد. دفاع در ناموس خلقت حق مسلم هر طبیعی پدیده است. تمام پدیده های عالم نباتی، گیاهی، انسانی حق دفاع دارند. حالا این در عالم انسانی ممکنه در قالب بالاخره مقابله و مبارزه و جهاد باشه. و اونگاه این آیه که اشاره شد، یعنی یک جایی که کیان اسلام در خطر است، دوم آن که اگر دیدی که نابینا و چاو هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. دیگه این جنگ انسانیست، جنگ واقعی آزادی بخش برای انسان ها و مظلومان هست. این دو فلسفه هستی رو دارد لاغیر، غیر از این هم نیست. ببینید یه ضابطه مهم اینجا وجود داره. جهاد تهاجمی، یعنی جایی که میخوان مسلمانان هجمه کنند و هجوم کنند به هر کدام از ادله ای که دارند، شرطش حضور پیامبر است، یا به تعبیر شیعیان وجود امام معصومه، و الا مشروعیت نداره جهاد تهاجمی، و الا با جهاد تدافعی باشه، صرفا جنبه دفاع داشته. چرا؟ یه طرحی بود که از ابتدا پیشگیری شد که مبادا در ذهن مسلمانان جنگ حالت چی پیدا کنه؟ حالت حرفه‌ای پیدا کنه. اینا جنگاور بشند، اینها جنگجویان حرفه‌ای شوند که منتظر صحنه‌ای باشند که از این راه تکسب کنند، از این راه زندگی کنند، نان بخورند. جلوگیری شد. اختیار غنایم در جنگ به دست کی داده شد؟ به دست پیامبر و امام معصوم، که کسی به بهانه غنایم اسلحه نکشد به روی دیگران. قواعد اسرا مطرح شد، مسائل دیگر که کاملا این سیستم های کنترلی در عین مشروعیت این بحث در جای خودش کاملا حفاظت شده و پیش بینی شده باشد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. این حال روز مؤمنین است. مؤمن جز راه خدا هیچگاه اسلحه دستش نمیگیرد که مقابله کند. اما والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. اما اونها که ایمان به خدا ندارن، اگر مسلح بشن و مبارزه کنند، بدونید اینها در راه طاغوت دارن حرکت میکنن. یعنی اینها جنگش، چرا کلمه طاغوت رو به کار برد خداوند؟ چون طاغوت نماد چی نیست؟ طغیان و تعدی به حدود خدا و خلق. کافران اگر مقاتله می کنند، فلسفه اون علو و استیلا و تعدی و تجاوز هست فی سبیل طاغوت. اما مسلمانان قوی باشید. فقاتلوا اولیاء الشیطان. با اولیاء شیطان کوتاه نیایید، مقابله کنید. یعنی اولیاء شیطان کی هستند؟ میدونید کلمه اولیا جمع ولی دو معنا داره وقتی اضافه میشه به یه مضاف الیه، کما که شما این کلمه رو به کار میبرید، میگید ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. علی ولی خداست، نعوذ بالله، علی صاحب اختیار خداست،
این ولی الله، اولیاء الله، این اونا که اختیار برای خدا تعیین میکنه. نه، این ولی الله وقتی گفته میشه یعنی اون کسی که یتولی ولایت الله، یعنی اون کسی که ولایت خدا رو پذیرفته است و قبول کرده است، اون کسی که ولی من قبل الله هست، ولی از سوی خداست. اولیاء الله یعنی اون کسانی که تولی و اختیارشون رو به خدا دادن. اولیاء الشیطان یعنی اون کسانی که کتب علیه انه من تولا فانه یضل. تا انسان ولایت شیطان رو یعنی اختیارداری شیطان رو نپذیرد گمراه نمیشه. فقط صرفا وسوسه انسان رو گمراه نمیکنه، وسوسه هست. فرمود چند چیز هم که در دل انسان ها هست، حال کم یا زیاد، آن حسد هست، تیره، بدگمانی، فال بد، بدشگونی هست، سوء زن هست در دل انسان ها. این هست، اینا تو دل انسان ها. اما عمده کاربرد و به کار بستن این هاست که ممکن است کار دست انسان بده، و الا وقتی چنین نباشد اینطور نخواهد بود. خیلی از این مسائل این چنین نیست، اما بحث رو کردن اینه، ابراز من جمله همین. وسوسه در وجود انسان ها هست، اما این که این وسوسه رو شما چه بکنید. یا رسول الله، بارها این حدیث رو خوندم خدمت عزیزان، فرمودن هر کسی شیطانی دارد. فرمودن شما هم شیطان دارید؟ فرمودن بله، ما هم شیطان داریم. الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه شیطان ما اخیراً گفته است اشهد ان لا اله الا الله، الا اینکه ما شیطان رو تسلیم کردیم و مسلمان کردیم. توجه دارید؟ پس این وسوسه هست. اما کی سقوط کتب علیه انه من تولا؟ وقتی انسان میپذیره، یعنی منتظره، صد تا نهی به خیر میزنن بهش، میگن آقا برو این کتاب رو بخون، برو این کار رو بکن، آ بیا بریم با هم فلان جا، این مش آ فلان کس نیاز به کمک دارد، آ فلان زمینه پیش اومده، اجازه اعتنا نمیکنه. اما تا که فلان رفیق زنگ میزنه میگه امشب برنامه داریم، تمام، فقط منتظرم این زنگ بود. یعنی هر نکته شیطانی که بیاد به جان میپذیرد، هزار تا پیام رحمانی که میاد به یکیش جواب نمیده. یعنی پذیرفتن ولایت شیطان. تموم شد. کتب علیه انه من تولا فانه یضل. اگر کسی این روحیه رو پیدا کرد، این دیگه اسفل السافلین جایگاه است، دیگه تموم کارش. به اینها میگن اولیاء الشیطان. فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان، مسلمانان با اولیاء شیطان مقابله کنید. حالا برای تقویت بیشتر دلها و بیان یه حقیقت، ان کید الشیطان کان ضعیفا. بدونید کید، نقشه ها و تدابیری که شیطان می کند برای مقابله با شما و به اولیاء خودش تعلیم میده، اینها رو خیلی جدی نگیرید، اینها ضعیف است، اینها یه ضعفی داره. باز هم در همین مباحث انسان و شیطان یه وقتی عرض کردیم اون شکوه و هیمنه شیطان رو باید شکست در ذهنمون. گمان نکنیم اینی که بالاخره هست تو متون مسیحی، متاسفانه اون بالاخره آلا سیتن دویل خیلی قوی دیده میشه در قبال انسان، اما اینطور نیست. یعنی شیطان نه منابع اطلاعاتی زیادی از ما داره، گمان میکنیم که خیلی چیز میدانه شیطان از ما، نه اینطور نیست. لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یغزفون من کل جانب انهم عن السمع لمعزولون، نه اینطور نیست که خیلی اطلاعات زیادی از ما داشته باشه شیطان که گمان کنیم ما در قبالشی هستیم، یا اون که بتواند به شکل فیزیکال با ما برخورد کنه. نه، شیطان نمیتواند مشتی به ما بزند، اینطور نیست که ما قوتی هیبتی برای شیطان، این شیطان صفتان هم که مشت میزنن، نه شیطان. اون شکوه شیطان باید در نظرمون در این حال به شکل معقول، البته هم مراقبت و هشدار و احتیاط، هم بدانیم اونطور نیست که ما احساس ضعف کنیم بگیم آو چه شیر نر خونخواره ایست، چه قوی است، چه فلان است این شیطان، نه. ان کید شیطان کان ضعیف. البته این که عرض میکنم با عرض پوزش و احترام و ادب به حضرات و بانوان بزرگوار عرض میکنم،
خداوند وقتی در سوره مبارکه یوسف کید زنان رو مطرح میکنند، میگه ان کیدکن عظیم. کید این زنها یوسف خیلی عظیمه، اما کید شیطان ضعیفه. پس نگران نباشید، البته جسارت نباشه. اونی که عرض کردم امر نسبیه، یعنی توانمندی و قدرت زن رو میرساند، نه اینکه نقطه ضعفی رو بخواد خدا براشون بگه. با نیرومندی که این نیرو اگر در مسیر خودش قرار بگیره چی میشه؟ میشه ان. خوب دقت کنید، انهن یقلبن العقلا. این زنها اونقدر توانمندی دارن پیامبر فرمود که بر عاقلان چیره میشن. یعنی یه مرد عاقل فرزانه فرهیخته‌ای، ببینید همسرش اینطور حرکت میکنه. یعنی ما هم این تسلط رو و این قدرت رو زنان الحمدلله دارند. آمد. اما از اون طرف خوشدار. و یقلبهن الجهال. همین زن با این توانمندی که میتونه بر عاقلان، بر فرهیختگان و فرزانگان حتی حاکمیت داشته باشه، یه جاهل نادان این زن از مسیر زندگی، عفاف، حقیقت، معرفت جدا میکنه. کم ندیدیم و نشنیدیم در همین عمر کوتاه خودم، این شب رو کم ندیدیم که گاهی یه جاهل چگونه مسیر یک زندگی را عوض کرد و به هم ریخت. این همان زنی است که اون توانمندی رو داره. پس اگر خداوند اونجا میگه به عنوان این که به خود زنان متزد، شما این توانمندی رو دارید اما میتونید از این برای کشیدن یوسف به زندان استفاده کنید، میتوانید از این استفاده کنید برای بهترین مقاماتی که یا مریم ابنتی لربک وسجدی ورکعی، میتوانید به اونجا برسانید، میتوانید به این عزیز. اما در مجموع در این آیه شریفه فرمود کید شیطان ضعیف است. چرا؟ چون این نکته خاطر مبارک عزیزان هست و خواهد بود همیشه، حق در جوهر خودش قوت داره. چرا؟ چون حق به چی میگید شما؟ به چیزی که میماند. اصلا حق یعنی ثابت. قول حق چیست؟ سخن ثابت و پایدار. قول ثابت، سازم. رفتار حق چیست؟ یه عمل در طول تاریخ 2000 سال قبل نقل کردن از عیسی مریم، 3000 سال قبل نقل کردن از جناب سلیمان، همین تاریخ بشری، دیگران بزرگان غیر انبیا و اولیا، حتی از افلاطون، از ارسطو، از کی فلان، از بوزرجمهر، از نمیدونم برزوی، آه رفته از این جناب برزوی بند، آه آن حکیمی گفت بخت دوستان که درختی هست در هندوستان، آه این برزوی رفته از بهند و شنیده از درختی است که اگر از میوه اون کسی بخورد نمیمیرد. گشت سر تا پای هند، جنوب تا شمال هند رو گشت، پیدا نکرد این درخت رو. بالاخره خلاصه کار به راجه پیری رسید، گفت بیا تا آن درخت را من به تو معرفی کنم. صندوقچه اسرار باز کرد و آنگاه آن درخت را به برزوی داد. شد 50 تانتارا، شد به تعبیر خودمون میتونیم بگیم 5 گنج مثلا، شد کلیلکا دمینکا. آی با چه این تاریخ موند. ببینید سخن حق، رفتار حق، باور و عقیده حق، عقیده ای که مونده میشه عقیده حق، گفته ای که میماند میشه حق. عرض به خدمت عزیزان، رفتاری که حق است یعنی ثابت است، در ذات حق ماندگاری و قوت وجود داره. اون طرفش باطل به خودی خودش چیه؟ سستی داره، ضعف. فکر باطل در حال اضمحلال است، مکتب باطل در حال فناست، رفتار باطل بیپایه و بیاساس، اندیشه باطل پا در هوا. شیطان نماد باطل و باطلگرایی است، لذا اون چه دارد سست است. نترسید عزیزان، طرحهای شیطانی رو کافیه ببینید. یه کسی قوی، شیردل، پردله، مقابلش وقتی میستید اون تکون نمیخورد،
با توانمندی می ایستد، حمله می کنه تا شما رو به عقب نشینی وادار کنه. اما شیطان اینطور نیست. اگر بیستید مقابلش فرار می کنه. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرسنگ ها از شما فاصله می گیرند. وقتی می فهمید چی دارید می گید. وقتی استعاذتون استعاذه است که برای روز عرض می کردم صبح در فاطر، که استعاذه به معنای واقعی استعاذه باشه، استعاذه فکری، پناهندگی زبانی و پناهندگی عملی. کجا رو خدا پناه تعیین کرده است برای سلامت؟ بریم همونجا. این میشه استعاذه. صدق است، امانت داری است، مهرورزی است، انسان دوستی است، کعبه است. کجاست؟ هر کجا که من از نظر خدا وقتی رفتید اونجا پناهنده شدید میشه استعاذه. پس استعاذه یه عملی، قولی، فکری، اونگاه مسئولیت و محفوظیت به دنبال اون خواهد آمد. بنابراین فرمود نترسید، نگران نباشید، کید شیطان کان ضعیفا. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیه. باز هم ادامه آیات همین ماجرا رو مطرح میکنه، اما خطاب الم تر. خداوند به پیامبر میفرماد الم تر، آیا پیامبر دیدی، تأمل کردی؟ به اون کسانی که قیل لهم، به اینها گفته شد که کفو ایدیکم، دستاتون رو پس بکشید. کفو یعنی کنترل کنید، امساک کنید دستتون رو. اما برید اقیم الصلاه، اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید. بعد گذشت، فلما کتب علیهم القتال، رسید به جایی که گفتن خب حالا دستتون رو باز کنید، اگه میخواید بجنگید برید بجنگید. اذا فریق منهم، دیدید که عذرخواهی میکنم، سوراخ موش جاره کردن. یخشون الناس، از مردمان ترسیدند، همان گونه که باید از خدا واهمه داشته باشند از خلق واهمه داشتند. او اشد و خشیه، خیلی بیشتر. و بعد هم گفتن ربنا و قالو ربنا لما کتبت علینا القتال، خدایا حالا چی میشد که دستور جهاد نمی اومد؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، انشالله سال آینده بفرمایید در خدمت هستیم. قل متاع الدنیا قلیل. خیلی عالیه. حالا ببینم چقدر به این آیه میرسیم امشب. خیلی لطیفه. مسلمانان 13 سال در مکه بودند. میدانیم عزیزان مکه جوشان تاج و فشار و خفقان بود. جرأت نفس کشیدن به مسلمانان نمیداد. اون فشار مشرکان در نهایت شدت و حدت. یه اقلیت تو این سرزمین وحی، به تعبیر امیر المؤمنین، فی خیر دار و شر جیران، بهترین سرزمین ها بدترین همسایگان این مکه است، این مشرکان و این پیامبر اسلام و این جماعت مسلمان صحابی گرانقدرش اطرافش در مکه. فشارها بر اینها وارد می شد، تازیانه ها و شلاق ها، اهانت ها و گستاخی ها، شهادت ها، حتی شعب ابی طالب، دشواری های این چنین. بالاخره گاه اینا به تنگ می اومدن، گاه کار به جایی می کشید که می گفتن یا رسول الله دیگه، یا جام باده یا قصه کوتاه، بجنگیم، بزنیم، داد بزنیم، فریاد بزنیم، هر کار از دستمون برمیاد بکنیم. اما نه، کفو ایدیهم، به اینها گفته شد کفو ایدیکم، نه الان وقت مبارزه نیست، الان وقت مقابله با این اقیانوس شرک نیست که پیش رو شماست. الان که میخواید با این مشرکان بجنگید عاقلانه نیست، توان کافی ندارید. میجنگید از بین میرید، تمام اهدافتون از بین میرود. بمانید که بمانید، بمانید که باور و عقیدتون بماند. خواهد رسید روزی که شرایطی پیدا میکنید که شما مقابل این مشرکین بایستید. بدر میآید، احد میآید، احزاب و خندق میآید، فراتر از اون انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مکه میاد. پیامبر مکرم اسلام میدونه که این حوادث در پیش است. این یاران گاه بیقراری میکردن، وقتی میدیدن
جنازه بر خاک افتاده و شهید بزرگوار رو، سمیه رو میدیدند، یاسر رو میدیدند، این تازیانه های تلخ رو میدیدند و تمام این تحقیرها و توهین ها رو. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، پیامبر به اینها گفت نه، گفتیم بهشون فعلا وقتی این نیست، اون نتیجه لازم رو نمیگیرید. یه نکته دیگه هم هست، ببینید خیلی مهمه این جمله ای که عرض میکنم، استدعا میکنم تو مخصوصا دوستان جوان توجه کنید. یک کار رو ممکنه دو نفر انجام میدن، یک کار، هیچ فرقی هم در ظاهر نیست. یعنی یه نفر دست میکند 1000 تا میده به یه فقیر، یه نفر هم دست میکنه 1000 تا میده به فقیر. اما ممکنه اون که دستاورد این هاست و در پاسخ اینها خدا بهشون میده از زمین تا آسمون فرق داره، یک عمله. هر دوشون موحد، هر دوشون مؤمن، هیچ شرکی هم در کارشون نیست، ریایی هم در کارشون نیست، شرک خفی هم ندارن، اما یکی نیست بازتاب و آنچه قسمت اینها میشه از کجا برمیخیزه؟ از فهم، درک و نیتی که در این کار دارند. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، پیامبر، یارانش می ایستادن می گفتن الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، همین نماز رو می خواندن، همین 17 رکعت رو می خواندن. پیامبر هم همین نماز رو می خواند، یاران اون هم همین می خواندن، متدینان و مسلمانان عمیق هم همین نماز رو می خواندن، ما هم همین نماز رو می خونیم. اما خب این گاهی صلاتی است که میشه معراج المؤمن، گاهی صلاتی است که میشه عین روایات اینه، وقتی مؤمن به نماز میایستد با درکی که به حقیقت نماز دارد، از موضع سجده او تا عرش الهی عمودی از نور ترسیم میشه، عمودی از نور. ملائکه الله نگاه میکنن و هم میگن باز مؤمنی به نماز ایستاده است. خب حالا ممکنه کسی هم نماز بخونه یه فانوسی روشن کنن مثلا که همون جلو پای خودش روشن نکنه، تصور بفرمایید. فهم و درک ما از عمل به ارزش عمل ما چه میکنه؟ میافزاید. یه عمل جاهلانه یا یه عمل آگاهانه، یه عملی که میدانیم چه میکنیم، یه عملی که باری به هر جهت، اینا که یکی نیستند عزیز من. اینی که پشتوانه عمل وقتی فهم است و درک است و باور و ایمان و اون اعتقاد درونی، اونگاه خدا میداند به کجا میرسد. بعد میشنوید تو روایات براتون میگن اهل وعظ و موعظه که یک درهمش میشه کوه احد. این کدومه؟ اونی که با فهم. الان اگر مسلمان ها بخوان مقابله مبارزه کنن یه فهم دارن، اما وقتی 13 سال آموزش ببینن، کار فرهنگی بایشون بشه، بعد اینا شمشیر که دستشون میگیرن، با یه فهم دیگه نیست، با یه درک دیگه نیست. اینها میفهمن دارن چون نفس نفس اینها تسبیح خداست، نگاه اینا عین عبودیت و بندگی یه حق است. با این معرفت برید به میدان مسلمانان، به اینها گفته شد دست نگه دارید، برید کار کنید، کار فرهنگی کنید و حقه مصطلح، برید آگاهیتون رو بالا بیارید. تو مکه بعد میرید مدینه، انستون رو با خداوند و درکتون رو پیوندتون رو بیفزایید و اقام و ایتاء زکات کنید. میدونیم زکات، بارها بنده گفتم با صراحت هم عرض میکنم، همیگو گفتم بارها که این زکات، زکات فقیهان نیست، این زکاتی که خدا در قرآن میگه، این مجموعه انفاقات مالیه انسان مسلمان است که بخشی از دیانت ما رو تشکیل میدن. اون زکات فقهی نام اون در قرآن صدقه و زمان نزول آیات آن مدینه، نه مکه. مکه مردم زکات ندارن که. اینجا بس مکه است و خداوند به اینها گفت زکات بدید. یعنی چی؟ یعنی برید این دلها رو با مردم پیوند بدید، دلاتون یکی کنید، با فصل مشترک اقتصادی خوب میتونید خیلی دلهاتون رو به هم نزدیک کنید. این توجه کنید عزیزان، این راز مهمی که خدا در پیوند صلات و زکات، در نزدیک شدن دل به خدا، هیچی مثل صلات اثر نداره، هیچ. این دل
با همان شیوه عبادتی که خدا میخواهد بیشترین تقرب رو به اون پیدا میکنن. ما دعا میکنیم، ذکر داریم، عبادت داریم، انتخاب داریم. اینا چیزی هست که من دلم میخواد. من دلم میخواد الان بگم که مثلا ملکا و ذکر تو گویم که تو پاکی و خدا و این نروم جز به همان ره که تو امراه نمانی. یه وقتی دلم میخواد بگم الهی و ربی من دی غیروک. یه وقتی دلم میخواد داد بزنم بگم مثلا دستکت بوسم به مالم پایه کرد. اینا کار منه، انتخاب منه در ارتباط با خدا. اما اونی که منو بیشتر به تقرب او میبرد انتخاب او برای من است. و اون نیست این که بگوید اقم الصلاة لذکری، بیایید بندگان من. این نوبتی رو که میزنیم، این پنج نوبت، بیایید بیستید، دوتا بشید، برخاک بیفتید، بعد من شما رو بالا میبرم، میشه معراج المؤمن. من پلکان ترقی رو براتون طی میکنم. نماز انتخاب او برای ماست، نه انتخاب ما برای ما. لذا مسلم تأثیر تقرب و قربی اون قابل مقایسه نیست با بقیه کارهای دیگه. لذا هر جا بحث ارتباط با خداست، این هی میدرخشد، این تابلوی عقیم و سلام. از اون طرف مثل این که در ارتباط با خلق مسائل مالی خیلی نقش داره، خیلی نقش داره در ارتباط دلها یا نفار دلها و فاصله دلها. بخل، خصت، عرض به خدمت عزیزان، تجاوز مالی، شاید بدترین رابط اجتماعی از اینها ریشه میگیرد. از همین مسائل اینچنینی که ریشه در چی داره؟ در مال داره. از اون طرف جود، سخا، مراودات مثبت مالی، انصاف مالی، مباسات مالی به تعبیر روایات، عجب دلها رو به هم نزدیک میکنه. یعنی نمیتونن مردم فراموش کنن. واقعا وقتی میبینند انسان ها بالاخره مال هست، دستاورد عمر انسان، وقتی میبینند چقدر میتونن راحت برای من گذشت مالی بکنه، بابا این که این چه انسان مالاییست، این چه موقعیتی داره، این که میبینید بالاخره چقدر در خاطر میماند. این نوع ارتباطات جالب توجه مال. به همین خاطره که خدا رو زکات تأکید میکنه در روابط اجتماعی. فرمود به اینها گفتیم فعلا نه، الان روز نبرد نیست، چون خیلی فلسفه جهادتون عمیق نیست، موقعیت هم براتون مساعد نیست. برید کار فکری بکنید، کار عبادی کنید، برید خودسازی بکنید. وقتی ساخته شدید، آماده شدید، اون موقع جهاد شما هم جهاد است، طعم داره، عمق داره، پیام و ماندگاری داره. اگر جهادی که پشتوانه اون این باشه، دیگه هیچگاه از صفحه روزگار این جهاد و این نبرد و این خون محو نمیشه و کم رنگ نمیشه. بعد میگید لا یومه چه یومه کم یا ابا عبدالله. پنج معصوم این جمله رو گفتن، لا یومه که یوم الحسین، هیچ روزی روز حسین ابن علی نمیشه. یعنی جایی که فلسفه جهاد به بالاترین حد معرفت رسیده، پشتوانه این نبرد همه یقین است، همه توحید است، همه باور است. لذا هر چه بخواهی بلندا دارد و رفعت دارد. ارزش این جهاد به پشتوانه یمونه، ارزش این خون به قناعی است که در پس اون نهفته است. برید این کارا رو بکنید، بعد انشاءالله به شما خواهیم گفت گذشت. این مسلمانان شیدای چنین صحنه هایی اومدن به مدینه. فلما کتب علیهم القتال، خب گفتن بسیار خوب، حالا آماده شدید، الان روزیه که باید سرفرازی کنید و سرفرازی کنید و جانبازی کنید. اما فریق منهم یخشون الناس، بسا همون هایی که در مکه حال و هوایی داشتن، ادعاشون میشد، اما الان دست و پای لرزان و ترسان دارن. او اشد و خشیه، شاید بیشتر از خدا از خلق میترسن.
و بعد میگن ربنا لما کتبت علینا القتال، خدا چه ضرورتی به جنگ و جهاد و گفتمان هست و میز گرد و خشونت طلبی چرا بکنیم؟ بالاخره جوری حلش میکنیم مسائلمون رو با این مشرکین و کفار، این چیزی میدیم چیزی میگیریم کارش میکنیم دیگه بالاخره. یا اگر بناس لولا اخرتنا الی اجل قریب، فرصت هست ان شاء الله سال آینده فکر میکنم از جهت نجومی بهتر باشه مبارزه و نبرد، امسال کمی قمر در عقربه، باشه وقتی بهتری میجنگیم. لولا اخرتنا الی اجل قریب، یعنی گمان میکنن از این ستون به اون ستون فرج، شاید تا سال آینده دشمن برگردد یا ما فرصت رسیدن به کام های خودمون رو پیدا کنیم. گریز گریز از حکم خدا و فرمان خدا. چرا این اتفاق افتاد عزیزان؟ چرا اونها که تمنای مقابله در مکه رو داشتن وقتی اومدن تو مدینه بعضیاشون سست ضعیف گریزان ترسان از وظیفه؟ دو تا جمله قرآن مطرح میکنه، میدونید چی بود؟ اونجا و همیشه در طول تاریخ، قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. قرآن میگه ریشه چیه؟ دو چیز هست، ریشه واپس کشیدن ها، ترس ها، عقب نشینی ها از تکلیف و انجام وظیفه، یک متاع الدنیا هست. این جذبه ها و کشش های دنیوی عوض کرده دیدگاه ها رو، عجب تأثیر در این ها گذار. اون حالات و هواهاشون، شورهاشون تبدیل به بیشعوری شد. متاع دنیا قلیل و ترس از مرگ، ترس از مرگ، دو چیز تو وجودشون اومده که این دو چیز خیلی حرف و حدیث دارد. اول فرمود قل متاع دنیا قلیل. مسلمانان بدونید متاع این دنیا قلیله، متاع سرمایه، اما چه سرمایه رو میگن متاع؟ متاع از ماده متعه میاد، بارها خدمت دوستان گفتیم متعه هر کجا به کار برده میشود این ماده یعنی کوتاهی موقت، حج تمتع، به دلیل اینکه شما میتوانید یه بهره برداری کوتاه بین عمره و حجتون داشته باشید. میرید دوستان عزیزان الحمدلله حاجیان خانه دوست که امسال مشرف و موفق بودن هستن در محفل، رفتید حالا بالاخره یا شجره بودید یا جحفه بودید، رفتید احرامتون بستید وارد سرزمین وحی شدید، عمره مفرد عمره تمتعتون انجام دادید الحمدلله، از احرام در اومدید، دو روز سه روز چهار روز پنج روز فرصت داشتید تمتع بردید، یعنی بهره بردید اما بهره چند روزه، بعد رفتید گفتید مجدد لبیک اللهم لبیک، احرام بستید، وعده ملاقات صحرای عرفات، میگن حج تمتع چون یه بهره برداری کوتاه دارد. این حج قران نیست، حج افراد نیست که وظیفه کسانی است که نزدیک خوانند، این مال ما هست که از دور میریم تمتع میکنیم و این کارم داریم. و ابزارهای درون خانه میگن امتعه، چون بالاخره کهنه میشه میزنش کنار، امتعه متاع، متاع از این ماده. بگو این بهره ها و سرمایه های دنیا اولا بدونید متاع، اینا همیشگی نیست، دوم خیلی هم اونچنانی چشمگیر نیست اتفاقا که چشم شما رو پر کرده است. قل متاع دنیا قلیل، قلیل است. فکر میکنم این آیه رو نمیشه به این سادگی گذر کرد. خداوند سبحان تلامو به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلواتی نهت بفرمایید.